به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان، امیدوارم شاد و سلامت باشید. در این برنامه کوتاه میخوام بپردازم به گروهی از ایرانیان نازنین در خارج از کشور که کارشون در واقع فعالیت‌هایی هست علیه وطن فروشان. میشه گفت به گونه فعال سیاسی ولی فعالیت فرهنگی هم دارن این گروه و نامشون هست. بذارین یه عکسی رو اینجا بگذارم. نام این گروه همطور که میبینین هستش گروه، ببینین، گروه اتحاد ایرانیان خارج کشور. اتحاد ایرانیان خارج کشور، خب گروه به ما بپیوندید. آره، حالا میرسیم به اون. و من مصاحبه ای دارم با آقای بهنام حیدری. ایشون یکی از اون فعالان هستن که در سوئد هستن، خودشون پرسنل بیمارستان هستن ولی فعالیت های فرهنگی سیاسی هم دارن و این گروه علیه منافقین برنامه های زیادی رو در واقع ترتیب دادن، یعنی نمایشگاه گذاشتن در راستای رسوایی گروه منافقین. و حالا من آقای بهنام رو اینجا دارم در تصویر. آقای بهنام، اگر که چیزی هستش که من جا انداختم لطفاً بفرمایید و آغاز کنین. به شما خوش آمد میگم و در اصل در رابطه با 22 بهمن چیکار دارین میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده بهنام حیدری هستم، ساکن استکهلم، کشور سوئد، و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما خانم زمانی عزیز و همچنین همه بینندگان عزیزی که این برنامه رو می‌بینند، و سلام دارم به همه ایرانیان در سرتاسر این کره خاکی. عرض کنم خدمتتون که گروه به ما بپیوندید با زحمات بیوقفه و واقعا زحمات زیادی از طرف جناب آقای مهراب تشکیل شد و ایشون بنیانگذار این گروه هستن. ما هم به عنوان نفراتی، به عنوان کسایی که خارج از کشور هستیم، هم عقیده بودیم و در راستای منافع ملی کشورمون، در راستای دفاع از ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های کشورمون سعی کردیم که دفاع کنیم از همه هجمه‌هایی که علیه کشورمون توسط منافقین، توسط ایران ستیزان، توسط اپوزیسیون و تجزیه طلبا بوده، و ما سعی کردیم که بایستیم و یه اتحادی رو تشکیل بدیم که در کنار همدیگه به دنیا نشون بدیم که همه ایرانیانی که خارج از کشور هستن جزء دار دسته منافقین و اپوزیسیون نیستن، بلکه نفرات خیلی زیادی هستن در این کشورها که وطن پرست هستن و یه اتحادی میخواست که کنار همدیگه قرار بگیرن که آقا مهراب این زحمت رو کشیدن و به هر حال بعد از 44 سال خارج کشور یه اتحادی به وجود اومد که در قالب گروه به ما بپیوندید که این ایرانیان سرتاسر جهان خارج از کشور بتونن کنار همدیگه جمع بشن و هم عقیده باشن و بتونن در راستای دفاع از کشورشون فعالیت‌های داشته باشن. عرض کنم خدمتتون که فعالیت‌های ما منوط بر فقط یه موضوع نیست، بلکه در راستای فرهنگی هم هست. هر کدوممون، هر شخصمون خودمون رو سفیر و نماینده کشورمون میدونیم که قابلیت‌های کشورمون رو بخوایم به مردم دنیا نشون بدیم و مثلا نمایشگاهی که در آینده نزدیک میخوایم برگزار کنیم، نمایشگاه دستاوردهای علمی کشورمونه، همچنین صنایع دستی کشورمون، عکس‌ها و بحث ایرانگردیه، بحث چیزهایی که واقعا تو ایران زیاد هست و تو رسانه ها همیشه سانسور شده و ما وظیفه خودمون میدونیم که به مردم دنیا کشورمونو به اون جوری که در واقعیت هست نشون بدیم. خب حالا شما این فقط در سوئد یا در چه کشورهایی فعالیت دارین؟
ما در همه جای دنیا هستیم جناب آقای مهراب، در هر کشوری که دوستان باشن و بخوان. خب هم شما هم اکنون کجا هستین؟ هم اکنون کجا هستین؟ من و کجاها در واقع همایش هایی داشتین که بشه حالا نشون داد؟ من البته عکسایی دریافت کردم از گروه گروه دم و دستگاه شما که در تظاهرات هستین. من فقط حالا یه عکس اینجا نشون دادم، ولی دو تا کلیپ کوتاه هم نشون میدم. خب شما یکی از فعالیتاتون در واقع ایجاد نمایشگاه هست، نمایشگاه ترتیب دادین و جنایت های منافقین رو در این نمایشگاه به نمایش گذاشتین برای نه ایرانیان، ولی برای خارجی هایی که نمیدونن منافقین چه کار دارن میکنن. در هر صورت میتونی یه خورده درباره اون توضیح بدین لطفا؟ چشم، بله. عرض کنم خدمتتون که این نمایشگاه با زحمات جناب آقای مهراب عزیز مجوزاش گرفته شده. شما توجه داشته باشین که تو 44 سال هیچ کس این کار نتونست انجام بده، به خاطر برحال بس مجوز گرفتن علیه فرقهی که خود اون کشورهایی که اینا توش ساکن هستن ازشون حمایت میشه، بس مجوز گرفتن یه خود سخته. و خب آقای مهراب این زحمت رو کشیدن و این کار رو انجام دادم. ما نمایشگاهی که برگزار شد صرف و صرف این موضوع عکس ها، بنر ها و همه برنامه ریزیشون ایشون انجام دادن. من همینجا جا داره که از این برادر بزرگم واقعا تشکر کنم، به خاطر این ایده زیبا، به خاطر این کاری که انجام دادم و به خاطر این گروهی که واقعا من لذت میبرم از این عزیزانی که واقعا وقتی میبینم صحبت میکنن و این عقاید زیباشون رو میشنوم به خودم میبالم که ایرانی هستم. من دست تک تکشون رو میبوسم و واقعا از همشون تشکر میکنم و خوشحالم که در کنارشون هستم. همشون ایرانیای واقعا وطن پرست و با غیرتی هستن که تو خارج از ایران زندگی میکنن. تک تک عزیزانی که تو این گروه به ما به پیوندید هستن. ببینین و این نمایشگاه عرض کنم خدمتتون بفهم. که در ما در سوئد 3-4 تا نمایشگاه داشتیم و نمایشگاه در قالب رسوایی منافقین و افشاگری فرقه رجوی بود و عکس هایی که از جنایاتی که اینا در طول زمان بعد از جنگ و حتی زمان جنگ و حتی بعد از جنگ تحمیلی انجام دادن تو ایران در قالب همچین عکس هایی بوده که این عکس ها تو اینترنت هم همه میتونن یافت کنن و ببینن. ما این عکس ها رو به تصویر کشیدیم، نشون دادیم به مردم، مردمی که اروپایی هستن که ببینن ماهیت این گروه ببخشی. رو بدونن چیه. بفرمایید. یه نکته، شما یه کانال تلگرام دارین، آیا این عکس ها و فیلم ها تو کانال تلگرامتون هست؟ ببینین اینجا بینندگان دارن میبینن، telegram.me/chat به ما بپیوندید اسم کانالشونه. اینجا خب میتونین برین و در واقع به این گروه بپیوندین و مثل اینکه 16,000 تا عضو دارین. بله. چنین چیزی من دیدم، درسته؟ این لطف مردم عزیزمونه، لطف ایرانیای وطن پرستی هستن که چه داخل ایران چه خارج از ایران واقعا با یه اراده قوی و با یه قلب پاک اومدن در کنار ما باشن و خودشون هر کدومشون فعالیتی که از دستشون برمیاد انجام بدن. فعالیت فقط مخصوصه. ببخشید یه شماره تلفن هم اینجا هست، شماره تماس با آقای مهراب که شماره ایران هستش 0919، اونجا میبینین 733-0799. خب میخواییم به این گروه بپیوندین، ارتباط از طریق آقای مهراب که در ایران هستن، ایشون رو واتساپ هم هستن. رو واتساپ دیگه کجا هستن؟ چجوری میشه با ایشون تماس گرفت؟ این شماره تماس هم برای واتساپ هم برای تلگرام ایشون هست. پول ارتباطی ما هست. فیلتر خیلی سخت میشه گرفت. تلگرام هست، واتساپ هم هست این شماره و خب لینک گروه تلگرامیمون هم که هست. یعنی هر کسی، ما یه گروه داریم، یه کانال داریم. عزیزانی که واقعا منت میذارن و اینکه زحمت میکشن که بیان در کنار ما باشن و ما از حرفاشون و سخنانشون واقعا استفاده کنیم، از ایده هاشون استفاده کنیم و بتونیم کارهای بزرگتری در کنار همدیگه انجام بدیم،
خب لینک کانالمون هست، میتونن عضو بشن و اونجا تو کانال میتونیم با هم دیگه نقطه نظرات داشته باشیم، صحبت کنیم. ما هر هفته دعوت داریم از دوستای عزیزمون، از کسایی که واقعا صاحب نظر هستن و خب میتونن در کنار ما برای آگاهی رسانی به ما از هر جایی باشه. یکی هست دکترای روم سیاسی، یکی از دکترای روم اقتصادی، دعوت داریم و گروه میان و صحبت میکنیم، سوال جواب هست و خب خیلی خوبه اینجوری به حال به اطلاعات عمومی هم میتونه اضافه بشه. خب شما اینجا این چیزی که من اینجا میبینم اسمش هست چت به ما بپیوندید، این اسم کانالتونه یا اسم ارتباط؟ یعنی ببینید تو تلگرام شما میتونی یه کانال داشته باشین که 16000 تا اینا عضویت عضو داره، ولی یه کسانی میخوان پیام بدن، خب اون چه جوریه میخوان با شما مرتبط بشن؟ چون شماره تلفن در ایران طریق واتساپ و تلگرام باید فیلتر شکن روشن باشه و این داستانا، خب یه خورده مشکله، ولی برای کسانی که در ایران هستن آسونه، ولی برای کسانی که در خارج هستن میخوان بیان ارتباط بگیرن با این گروه شاید یه خورده سخت باشه که با آقای مهراب مرتبط بشن، چون من تجربه خوبی ندارم با چه تلگرام و چه واتساپ، باید اونو فیلتر شکنش باز و روشن باشه. بله بله. خب توجه داشته باشین که همه تو ایران هم تلگرام دارن هم واتساپ دارن و همه هم استفاده میکنن. حالا خیلی به ندرت هست که قطع میشه وصل میشه، خب به هر حال این یه چیزی هست، ولی ما هم تو کانالمون هم تو گروهمون، یعنی کانال جاییه که فقط اطلاعات موثق و دقیقی و از هر اتفاقی که تو روزانه هست اونجا گذاشته میشه. خب اونجا تو خود کانال بالای جایی که لینک هست و مشخصات کانال هست، راه های ارتباطی، ارتباط با ادمین و همه چی اونجا قید شده. همچنین تو گروه هم که لینک دومی که براتون فرستادم، تو گروه هم هر کسی که بخواد جوین بشه مستقیم میتونه تو لینک رو بزنه و وارد گروه بشه بدون هیچ محدودیتی و میتونه مستقیم اونجا نظرش هم بنویسه، یعنی محدودیتی نداره براشون. بله شما این برنامه که فردا دارین میتونید دربارش صحبت کنید؟ بله من عرضم رو تموم نکردم راجع به نمایشگاه قبلی و نمایشگاهی که ما برگزار کردیم در قالب افشاگری منافقین بود و این موضوع واقعا بازخورد زیادی داشت، به خصوص برای منافقینی که 44 سال تو این کشورهای غربی زیر چتر این کشورها و این حمایت‌های اینا خودشون رو یه جوری به قول یارو گرفته بودن، یه جوری خودشون رو بسته بودن که هیچ کس نیست که روبروی اینا وایسته و هر جوری که دلشون میخواد میتونن که برای خودشون اخبار جعلی و دروغ درست کنن و بگن که ایرانیایی که تو خارج کشور هستن کسایی که حتی خونسا هستن و به نفع خودشون بگن اینا همراه ما هستن. ولی خب ما یه گروهی کاری کردیم که به اینا بفهمونیم که همه افرادی که اینا هستن با شما همراه نیستن، هیچ ایرانی دوست نداره که شما رو ببینه و شما جنایت کردین، این جنایت شماست که تمام دنیا باید بدونه که شما باید مجازات بشین، نه اینکه شما اینجا وایسین و بخواین علیه یک کشور فعالیت های تروریستی انجام بدین. خب این از من موضوع دارم اینجا نمایشگاه آلمان یه لحظه اجازه بدین. بله. من الان رفتم روی این کانال شما تو تلگرام، کانال به ما بپیوندید. دوستان شما دارین اینجا میبینین این کانالشونو، من دارم اینو ورق میزنم. خب بذارین خودم ببینم که چه جوری اینجا دیده میشه. ببینین این کانال تلگرام این گروه هست، اینم آقای اینجا دارین میبینین الان عکس شما یا کلیپ شما الان اینجا هستش. در صورت میبینین این کانال هستش چت به ما بپیوندید در تلگرام، اینو نشون دادم که دوستان ببینن. خب این از این بذارین خاموشش کنم برگردم به شما. بفرمایید. خب ما این نمایشگاه دیگه در آلمان دوستان عزیزمون و برادران خواهر
خب ببخشید یه نکته، شما فردا نمایشگاه دارین یا همایش دارین؟ ما فردا نمایشگاه نداریم، ما فردا یه راهپیمایی بگین که کجا هست. بله در استکهلم. بله در استکهلم. آدرسش براشون براتون فرستادم اون. خب برام فرستادین که آدرس همه چی. بله هم آدرس هم زمانشه و مسیرم هم همونجا نوشته شده. من عکس من با راستش بخواد ندیدم یه چنین چیزی. بله اونجایی که زده استکهلم، این برای فرداست، برای همش فرداست، یعنی راهپیمایی برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین. مجوز این کارم جناب آقای مهراب گرفتن و خب از ملیت‌های مختلف میان با ما و به مسیری به سمت لانه جاسوسی رژیم قاسم اسرائیل میریم و به مردم دنیا نشون میدیم که آزاد خواهای دنیا زیادن برای دفاع از مظلوم و این ما خودمون وظیفه انسانی خودمون میدونیم که این کار رو انجام بدیم. خب بذاری من این عکسم بیارم چون اونو من ندیدم که شما در واقع داشته باشین. بذارین اینو بذارم روی صفحه ببینن بینندگان. فردا ساعت 1 ظهر از منطقه اون پلانه در مرکز شهر به سمت سفارت رژیم واسطه اسرائیل. خب دوستان این آدرس رو یادداشت کنین، در اصلا شما همیشه میتونین برگردین به این صفحه ببینین Together for Palestine اسم نام دادین بهش. اونجا هم نوشه Demonstration یعنی تظاهرات در استکهلم. آدرسش رو یادداشت کنین Odenplan آله؟ درسته؟ Odenplan Odenplan لاده 10 فوریه. آره 10 فوریه سمنه، یعنی گرده همایی ساعت 1 بعد از ظهر و مسیری که میره به سمت سفارت اسرائیل. خیلی خوب، پس ببینین اسرائیلش که امبسه، خب یعنی سفارت سوئد، سفارت اسرائیل در سوئد. بله حالا اسرائیل که امبسه، اگه میخواستم به دانمارکی بگم ولی اسرائیلش که سوئدی دانمارکی خورده تفاوت داره. اسرائیلش که امبسه. خیلی خوب، سفارت اسرائیل در استکهلم، اینم میتونین حالا دست اینو اینجا گذاشتیم در صورت دیدین شما. خب اگر که اجازه بدین برم یه کلیپی رو از شما پخش کنم اینجا. بله میتونیم کلمه اسرائیل و فلسطین اشغالی هم بیان کنیم. آها بله بذاریم ببینم اونجا چی میادش، من نمیدونم که. خب کجا بودش؟ اینجا بود، بذارین که اینم ببندمش. خب میریم این کلیپو میبینیم و این کلیپ چیه؟ در واقع بچه ها دارن رو پرچم اسرائیل میپرن و میخوام بگم این آدم کشا، کودک کشا واقعا بدبخ شدن با این عملیات تروریستی که انجام دادن. بریم ببینیم با هم دیگه. این روز جهانی قدس سالی که گذشته دقیقا همین جایی که فردا میخواییم بریم روبروی لانه جاسوسی رژیم واسب و یا همون فلسطین اشغالی. بذاری من رو بگذارم بل. چون نمیشه هر شما صحبت کنین همون قاطی میشه. بربر اسرائیل، بربر اسرائیل، بربر اسرائیل، بربر اسرائیل، بربر صهیونی، بربر صهیونی، بربر اسرائیل، بربر اسرائیل، بربر اسرائیل، بربر اسرائیل، بربر اسرائیل، بربر اسرائیل. خب این از این، یک کلیپ دیگه هم هستش. حالا شما بفرمین اگه حرفی دارین بزنین تا من برم اون کلیپو در خانم زمانی. من عرض کنم خدمتتون که
ببینین ما فعالیت هامون فقط در قالب روبروی منافقین قرار گرفتن نیستیم. ما هر کدوممون تک تک ماها ایرانیایی که خارج کشور هستیم نماینده و سفیر کشورمون هستیم و وظیفه داریم زیبایی های کشورمون رو به مردم دنیا نشون بدیم. بله. وظیفه داریم که دستاوردهای علمی نظامی و هر چیزی که هست رو به دنیا بخوایم نشون بدیم، چیزهایی که اون چون رسانه های اینا ایران رو طوری جلوه میدن و طوری جلوه دادن و حتی ایرانیان خائن و وطن فروشی که تو این سالها تو این کشور زندگی کردن و واقعا خیانت کردن طوری ایران رو نشون دادن و جلوه دادن براشون که اینا فکر میکنن ما واقعا از همه چی عقبیم و هیچی نداریم. ما وظیفه داریم که ایران واقعی رو به اینا نشون بدیم، چیزی که تو رسانه نیست. خب اجازه بدیم برم این کلیپ رو پخش کنم و برنامه رو ببندیم. لگه فالسطینا، لگه فالسطینا، اسرائیل مادره، اسرائیل مادره، فرکتا اسرائیل، فرکتا اسرائیل، اسرائیل اسرائیل پشتیبانی میکنیم. این نزدیک تعداد ما میلیونی خواهد شد و به ما بپیوندید شعار ماست. در کنار ما باشید، با افتخار بهشون ظلم شده پشتیبان هستید. بودی و خواهی ما موزه میتونید یافت و عزیزان را و یا این من خوب عالی. به وقتی آمدم دادگستری این دفعه خوب بفهمید. خواهش میکنم. از ما خدمتتون که ما نمایشگاه هایی که مثلا تو آلمان نمایشگاه علیه منافقین جناب آقای عارف عزیز و بزرگوار انجام دادن، لطف کردن. بله من باشون صحبت کردم. بله برادر بزرگ ما هستن و واقعا یه ایرانی وطن پرست هستن. دوستان دیگه در کنارشون بودن، خانم زهرا، خانم غزل، آقای امیر از هلند و دوستان عزیزی که واقعا همفکر و همراه هستن تو این مسیر، جناب آقای دکتر فردوسی عزیز و همچنین خانم میترا هستن که واقعا زحمات گروه رو میکشن. خب حالا خب دوستان زیادی هستن که در برنامه‌های آینده اینجا ازشون عذرخواهی میکنم که نمیتونم واقعا تعداد زیادی از این انسان‌های بزرگ و واقعا با شرف و وطن پرست هستن. حالا ببینید در صورت همه ما نمیتونم ولی ما سرباز خدا هستیم، سرباز وطن هستیم و مهم نیستش که ناممون باشه یا نباشه. بله. مهم اینه که چی کار میکنیم، نتیجه کارمون چیه. در صورت فردا آیا شما اطلاع دارین که در لندن و جاهای دیگه هم تظاهرات هستش؟ جناب آقای مهراب رفتن تو انگلیس هم مجوز گرفتن، تو آلمان گرفتن، تو فرانسه گرفتن. ساعتش و روزش رو ما داخل کانال میذاریم، داخل گروه میذاریم. آره پس از من کاری که میکنین الان بعد از اینکه برنامه رو دیدین اگه علاقمند هستین به این گروه باحال به پیوندین، خب به کانال تلگرامشون برین. من نشون دادم کانال تلگرامشون رو، چت به ما به پیوندید همطور که اینجا به نمایش گذاشتم. اینهاش آدرس تلگرامشونه پایین صفحه. خب برین و عضو بشین و اونجا اطلاعات دستتون میاد. برین در هر صورت میخوام بگم هیچی چی نباشه یه مش ایرانی باحال با یه مش ایرانی باحال آشنا میشین و میخوام بگم نه اینکه حالا سیاسی بودن مهمه و یه جبهه ای رو داشتن مهمه. ما نمیخوایم که قاطیه، ما نمیخوایم که یه مش وطن فروش و نمیدونم این مدل آدم ها بیان جلسات رو به هم بریزن اینا، اما در نهایت اگر که تک تک ما و هر کسی که به این گروه میپیونده یا هر کسی که یه جو عشق ایران تو دلش هست وظیفه داره که با کسانی که آگاه نیستن و از روی ناآگاهی شدن در واقع دشمن نظام یا برانداز، اینا رو به راه راست بیارن. این بهش میگن جهاد تبیین. در اصل ما وظیفه داریم این کارو بکنیم و گروه شما هم در واقع یک ابزاری هست برای همین منظور.
من اینطوری میبینمش. دقیقاً خانم زمانی عزیز، ما یه گروهی هستیم که فارغ از هر کسی هر عقیده‌ای که داره فرقی نداره، ما به قول به فرموده واقعاً سردار بزرگمون شهید حاج قاسم عزیز که فرمودن اون دختر با حجاب دختر ماست و اون دختر بی حجاب هم باز دختر ماست، برای ما با همین دیدگاه هیچ فرقی نداره هر کسی هر عقیده‌ای که داره، ما فقط یه عده‌ای هستیم که میتونیم کنار همدیگه حتی اگه مشکلاتی هم تو کشور داریم و ما خودمونم اینو قبول داریم باور داریم، ما نمیخوایم حتی با سکوتمون، چون الان تو دوره یک سکوت جایز نیست، حتی با سکوتمون بخوایم در کنار دشمن قرار بگیریم، کسایی که تلاش میکنن کشور ما رو واقعا به کشور ما ضربه بزنن، ما میتونیم اتحاد داشته باشیم کنار همدیگه، مشکلات خودمون رو با هر زدن میتونیم کنار همدیگه حل کنیم و کشور رو به قله‌های اقتدار برسونیم، دفاع کنیم از کشورمون و نذاریم که بله ببینید عزیزان من قوم یهود با اتحاد اینا همه دنیا رو گرفتن، پس بنابراین اگر که ما سعی کنیم دست کم ما ایرانی هستیم، اگر که سعی کنیم با هم اتحاد داشته باشیم ولو اینکه یه زاویه‌هایی با هم داریم. خب بله بله آقای بهنام، من فکر کنم برای اینکه برنامه طولانی نشه و مردم بیان ببینن برنامه طولانی رو، در واقع نمیخوان که زیاد وقت بذارن روش، بله. شما سخنان پایانیتون بفرمایید در یه دقیقه. در یه دقیقه من همینجا تشکر میکنم از شما خانم زمانی عزیز که وقت گذاشتین و این برنامه رو میذارین تو یوتیوب و مصاحبه کردین، تشکر فراوان دارم ازتون، از تک تک عزیزانی که این برنامه رو میبینن ازتون خواهش میکنم که برای دفاع از کشور عزیزمون ایران راهپیمایی 22 بهمن و راهپیمایی هایی که تو دهنی میزنه به دشمن برای رسانه‌شون که میخوان خوراک رسانه‌شون قوی بشه، وجود شما و حضور شما در این راهپیمایی ها نشانگر اینه که شما پشتیبان کشورتون هستین، ولو به این که مشکلاتی داخل کشور داریم ولی ما بیگانه نمیتونه این مشکلات حل کنه، بلکه فرق با مشکلات ما میفزایه، علاوه بر اون برای صحنه انتخابات هست که واقعا با بودن شما در پای صندوقای رای تو دهنی به منافقینی که 17 هزار آدم بیگناه رو تو اون کشور کشتن، تو دهنی به اپوزیسیون یا تجزیه طلبا، تو دهنی به دشمنای اون پاک، اونها این آدما، این آدمایی که هستن دشمن فقط جمهوری اسلامی یا این حکومت نیستن، اینها دشمن خاک ایرانن، موجودیت ایران، و من همینجا از شما خواهش میکنم که پشتیبان کشورمون باشین و تشکر مجدد از جناب مهراب عزیز برای این گروه خوب و واقعا پرثمری که تشکیل دادن و ایشون بنیانگذار به ما به پیوندید هستن و همه ی نمایشگاه ها مجوز ها رو در کشورهای دیگه میگیرن در همه ی کشورها و ما فعالیتمون اینجوریه و از شما خواهش میکنم که به ما بپیوندید. ممنونم ازتون. از شما ممنون که اومدین و دوستان این برنامه خیلی فوری و بدون آمادگی قبلی بودش، حالا اگر کمی و کاستی داشت بزرگواری خودتون باشه، عضو کانال بشین، پسند رو فشار بدین، به اشتراک بگذارین، مهمه که این برنامه رو به اشتراک بگذارین برای کسانی که حالا فردا قراره بیان در این همایش در استاکهلم جلوی سفارت ملعون اسرائیل گرده هم جمع بشن و اعتراضات خودشون رو به گوش این کودک کشان برسونن. با تشکر از شما در پناه حق بشین. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون.